دست خاکی به سرش بریزی. بابا جیشان تموم شد. اومدم. چه زمینی من رو درست کرده. بابا بگم چه کارت کنست. بابا بیا دیگه. بابا چیزی نیست، یه خود لم گرفت. خود تو که به این خوبی خیاطی میکنی دیگه کلاس رفتن چیه؟ واسه سرگرمی، واسه این که نفهمم روزا چجوری میگذره. وقتی رو که باید به بچه ها تو به شوهرت هیچیش نیست، بی خود لوسش نکنی، فقط از خستگیه. دکترم شده بچه‌م، انقدر تو اون لونه خراب شده پیسی کشیده که حالا باید تا اون پس بده. خدا میدونه اون گردن شکسته چی به روزش آورده که تو خونه ی باباشم ول کنش نیست. تو اون خونه از بس کنیزی کرده انگار اینجا مجبورش کردن هی کار کنه. خواهرت راست میگه، مگه روز به اون بلندی رو ازت گرفتن که حالا چسبیدی به پیرن دوختن؟ پاشو بریم دخترم، پاشو بریم تو اتاق تلویزیون ببینیم. پاشو بریم. شما برید، من اینا رو جمع میکنم میام. اینا تو چه فکری هن؟ آبجیم تو چه فکریه؟ از همه چی میگن الا حقیقت. خدا میدونه چی داره به تو میگن. دوری بچه ها، دوری شوهرت، دوری خون زندگی. اینام که میگم مرغ فقط یه پا داره. شما بریم، پدر من میام. دخترم دلت گرفته بود، دلت هوای بچه ها تو کرده بود. فقط صداشو کم کن. مطمئن با شوهرت هم حال و روزگار تو رو داره. همینجا باش بابا، همینجا باش. مواظب خواهرت باش تا من برگردم. بابا منم میخوام بیام. همان از دست تو که به دوم من گره خوردی. چته؟ بیا دست بده من. تنت کن، این یکی ها محتله کن. بده بری. بیا تو همینجا وایس. خب سلام، میبخشید این موقع شب مزاحمتون شدم. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ دخترم داره از دست میره. میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه منو به دکتری مریض خونه اینجایی برسونین. چه شده؟ نمیدونم، حالش خیلی بده. خدا برگم بده، ما داریم میریم مهمونی خونه دخترم. خانم مهمونی چیه؟ گرفتاری همسایه‌مون واجب تره. تا شما بچه رو بیارین ماشین حاضره.
عاطفه. مرده؟ تو کشتیش؟ جونم الهی قربان بچه‌ام باری کلا دختر خدا. ای خدا خسته نشدی آخه چقدر قدم میزنی؟ خیال میکنی تنها خودت پدری؟ ما هم بچه بزرگ کردیم، از این اتفاقات برای همه میفته، دنیا که زیر رو نشده. اگه چند روز پیش بود ایرادی نداشت، اما حالا همه ترسم اینه که اگه خدایی نکرده بچم طوری بشه، خونواده زنم تا تو قبرم راحتم نمیذارم. آخه اتفاقی نیفتاده که مثل خور خودتو میخوری؟ دکترم قول داده که چیز مهمی نیست. بیا بشین خسته شدی. خدا کنه بچم خوب شه. آدم هم پدر باشه هم مادر خیلی سخت. شکر خدا حالش خوب شده. دکتر اجازه داد یه ساعت دیگه ببریمش خونه. دیدی پدر جان، شما هم دیگه اخماتون رو واقعی دخترتون خوبه خوبه. بخواب جونم بخواب. چه فکری؟ آره میدونم چه حالی داری. زندگی همینه دیگه، یکم سربالایی یکم سرپایی، یکم چاله چوله و دست انداز. فلمول ما که همش سربالایی. راستش دیگه به روغنسوزی افتادم. جان زنم خیلیه. اگه صبر داشته باشیم به سرازیریشم میرسین انشالله. دیگه چه به؟ آه نشد، اگه تو این سن و سال و با اولین بد بیاری بخوای اینجوری جا بزنی. نه جا بزنه چیه؟ با داشتن زن و دوتا بچه مگه میشه آدم جا بزنه؟ تکلیف اینا چی میشه؟ این طفل معصوم ها باید بزرگ بشن، تربیت بشن. مسئولیت اینا به گردن کیه؟ بنده یه سراپا تقصیر. چه نقشه‌ای داری؟ چه نقشه‌ای میخواین داشته باشم؟ خب باید یه فکر و نقشه‌ای داشته باشی. با این دوتا بچه که حسابی دست و پاتو بستن نمیتونه همینجوری بیخیال بشینی. والا فکر نمیکردم اینجور دست و پاگیر بشن. معلومه، شرط میبندم شما اصلا نفهمیدین چه وقت و چطوری به این سن و سال رسیدن. خدا وکیلی همینه که شما میگین، اصلا نفهمیدم کی بزرگ شدم. برای اینکه همه سختی ها به گردن یکی دیگه بوده. فرید خانوم میگم هیچ به فکرش نیفتادی که دوباره با خانومه داشتی بود. حرفشم نزنین. صبر کن بذار حرفم تموم بشه، اون وقت بود تو حرفم. میبخشیدا، فعلا فقط تو فکر اینم که بلکه بتونم دست و بالمو یه جایی بند کنم. کار که فراوونه، اما حرف من سر بچه ها. تکلیف اینا چی میشه؟ حقیقتش این خر تو گل وا موندم. میگم چرا یه مدتی نمیذارینشون پیش مادرتون؟ میخوام اما روم نمیشه. چرا؟ خواهر مادرم از جدایی ما خبر ندارن. یعنی تو این مدت مادرتون نمیدونسته چه بلایی سرتون اومده؟ به حرف زن رفتن آخر عاقبتش همینه دیگه. زنم همیشه میگفت اونا نمیذارن ما زندگی کنیم. منم واسه اینکه بهانه به دستش ندم به کل پامو از خونه مادرم بریدم، اما این کارم درست نبود. معلومه، برای اینکه کار درستی نکرد.